سلام به همه دوستا، ما اسد هستم، اسد جرفبین، متخصص امراض داخله و گرده در هلند. به اساس توصیه دوستا خواستم که تجارب و اندوختای طبی خود گاگای با هموطنهای خود از طریق فیسبوک شریک بسازم. امروز خواستم که با شما در مورد غذاهای چرب و چربی های خوب و بد معلومات خود شریک بسازم. اصلا بسیار سالهای متمادی از آن عمومی به این بوده که چربی در مجموع به سلامتی انسان ضرر می رسانه، اما برعکس تحقیقات نشان داده که چربی ها برای سلامتی وجود ضروری می باشه. ما سه نوع چربی داریم: چربی های اشباع شده است، چربی های اشباع ناشده و ترانس. چربی های ترانس و چربی های اشباع ناشده بسیار به هم شباهت دارند. مثال چربی های اشباع شده مثلا محصولات حیوانی، گوشت، لبنیات یا چربی هایی هستند که ضرر دارند، و چربی های ترانس چربی هایی هستند که اکثرا هیدروژن است که به روغن های گیاهی اضافه میشه تا از فاسد شدن غذا جلوگیری شود. شما متوجه شدین که در دکان ها و در سوپرمارکت ها بعضی غذاهای تازه است که حتی تاریخ مصرفش هفته هاست، اصلا هیچ امکان نداره که او هفته ها خوب باشه. با علاوه اونمو چربی ترانس و امو مدت صرف اونمو غذا را یا اکسپایر دیتش مثلا بالا میبرن که او اصلا برای وجود اصلا خوب نیست. من اینال مثال چند نوع غذای چرب براتان میتونم، غذاهایی که بسیار ضرور است برای وجود، و این غذاها اسید اومیگا 3 را داره. اسید اومیگا 3 اسید است که بسیار برای سلامتی وجود، برای تقویت قلب، برای فشار خون و بر سایر امراض و گپا یک اسید بسیار ضروری در وجود است، و این را وجود خودش ساخته نمیتونه. ما ناگزیر هستیم که از بیرون این را داخل وجود خود بسازیم. مثال اول غذایی که حاوی از اومیگا 3 است ماهی ها هستند. ماهی اگرچه در افغانستان انواع مختلف ماهی ها وجود نداره، فکر میکنم در افغانستان ما ماهی لقه و زغاره داریم، اما در کشورهای دیگه ماهی های چرب مثل ماهی سلمون که یک ماهی سرخ است، مکریل، سردین، این ماهی هایی هستند که منبع غنی اومیگا 3 هستند، و خوردن این ماهی ها از طریق خوردن ما میتونیم که اومیگا 3 خود بگیریم و به حافظه کمک میکنه، علاوه به این که چربی خوب است و خوردنش واقعا هفته یک دفعه تا دو دفعه توصیه میشه. دیگه غذای دوم یا ای که اصلا این میوه است به نام اووکادو یاد میشه. من میفهم که در افغانستان با این میوه هموطنهای ما آشنایی داره یا نداره. این میوه است که واقعا بسیار میوه است که آوی زیاد اومیگا 3 است، میوه چرب است، اکثرا در سندویچ می باشه، در سالادا می باشه. ما تنها برتان نشان میدم اینی اووکادو است، میتونه کمی سرخ‌تر باشه، میتونه کمی سبزتر باشه. خوردن ازی زیاد فایده داره. غذای سومی که میخواستم امرایتان او را شریک بسازم خوردن دانه هاست، دانه های کدو، دانه های گل آفتاب پرست. ایها چربی که دارن، چربی ازی برعکس کلسترول بدن شما را پایین میاره، و در افغانستان بسیار زیاد هم است، ارزان هم است، میتونه از استفاده کنید. و کسایی که تکلیف پروستات داره، حتی عجم پروستات با خوردن دانی کدو و دانی گل آفتاب پرست پایین میآید، که حتی ضرورت نیست، به خاطر دوای پروستات در افغانستان بسیار کم است و خریدنش هم بسیار یک پروبلم است.
بوی میتونن که تا تکلیف پروستات خود بر ادرار کردن و گپا مریضایی که تکلیف ادرار کردن دارن میتونن که برشون یک سهولت باشه. پس دانای کدو و گل آفتاب‌پرست و گپا و سیادانه بسیار خوب است که شما از او مصرف کنین. چیز چهارم، مواد غذایی چهارم حبوبات است. حبوبات در مجموع یا ببخشید خستباب، هدفم از خستباب بود، مثلا چارمغز، پسته، بادام، جلغوزه یا خستباب هستند که چربی که در چارمغز و بادام هست این چربی مفید است، چربی سالم است، این چربی اشباع ناشده است. شما هیچ وقت نترسین از خوردن چارمغز و بادام چیزا. حتی میتونین در یک روز تا 24 بادام گفتن 8 تا 10 چارمغز شما میتونین بگیرین. دیگه چیز بسیار جالبه که این امروز ثابت شده خوردن چی هست؟ سبزیجات است در مجموع. من فکر میکنم در سبزیجات اصلا کدام چی هم وجود نداره که کرام در این مورد سوالی وجود داشته باشه پیشم وطنان. میفهمن که خوردن کرم، کاهو، سبزی در مجموع بسیار خوب است و ما میتونیم یک قسمتی از اومیگای 3S از طریق امی سبزیجات بگیریم. غذای دومی که بسیار هموطنان ما از خوردنش کسایی که کمی چاق هستن یا کلسترولشان بالاست یا مرض شکر و گپا دارن یا بعضی تکالیف دیگه دارن، گوشتن خوردن گوشت، خوردن تخم است. خوردن تخم، شما باور کنین که تخم چربی که در تخم است، یک تخم 5 گرم چربی داره، 80% چربی چربی اشباع ناشده است. شما میتونین که تخم یک منبع غنی پروتئین است و هم بوی حیوانی است. یگانه محصول حیوانی است که چربی خوب یا اشباع ناشده داره. میتونین شما از استفاده بکنین و خوردن تخم هفته دو دفعه اصلا هیچ اثر منفی نداره، برعکس. چیز دیگه که بسیار مهم است خوردن حبوبات در مجموع سویا، لوبیا، ماش، نخود، دال. این چیزا واقعا یک قسمت از اومیگا 3 را از این طریق شما میتونین تامین کنین و برای مزاج شما خوبتر است. کوشش کنین که نسبت به برنج و کچالو و چیزا حبوبات استفاده کنین. سویا، لوبیا، این چیزا بسیار بسیار مفید تمام میشن. و از روغنا، روغن زیتون. این چیزا است که واقعا برای صحتتان خوب است، از این استفاده کنین. در آخر تنها میگم براتان که از خوردن کوشش کنین که از محصولات گیاهی استفاده کنین. چربی که در گوشت، در گوشت‌های سرخ است، در هدفم از گوشت گاو، گوشت گوساله، گوشت گوسفند و گپا خوبتر نیست، از گوشت‌های سفید استفاده کنین، گوشت پرندا، گوشت مرغ هم در صورتی که مرغ‌های فرمی نباشه خوبتر است از استفاده کنین. از خوردن تخم نترسین، از خوردن چارمغز و خستباب و گپا نترسین، یا چربی‌هایی که در این چیزایی که من گفتم نهفته است، این برعکس قلب شما را تقویت می‌کنه، فشار خونتان را پایین میاره و در مجموع تاثیر میکنه سر پایین آوردن کلسترول بدن یا خون شما. تشکر از توجهتان. شاید بعضی همه چیز شاید درست نگفته باشم. چیزایی که گفتم منبعش از وبسایت American Heart Association است، از سازمان متخصصین قلب امریکا. و اگر میخواین همین ویدیو را با هموطنان دیگه هم شریک بسازین. سوالا و گپایتان میتونین که در کامنت و گپام برای من نشته کنین. تشکر از توجهتان.